روزه های شکست رژیم ولایت در پی شکست سفر مالکی به آمریکا در رسانه های حکومتی. مجاهدین این روزها در جهت متزلزل کردن روابط بغداد واشنگتن گام بر می دارند. دولت آمریکا عراق را تهدید کرد در صورت حفاظت نکردن از جان اعضای اشرف فروش سلاح به بغداد را متوقف می کند. خبرگزاری حکومتی ایسنا 12 آبان 92. مجله آمریکایی فارن پالیسی نوشت گروهک مجاهدین این روزها در جهت متزلزل کردن روابط بغداد واشنگتن گام بر می دارد. این گروهک از برخی مراکز و نهادهای آمریکایی که ارتباط خوبی با آن داشتند خواست تا در اعتراض به سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به واشنگتن تظاهرات کنند. با توجه به رشد گسترده روابط این گروهک با واشنگتن بعد از ورود نیروهای آمریکایی به عراق در سال 2003، مجاهدین نقش زیادی در ترسیم سیاست‌های آمریکا دارند. فارن پالیسی در ادامه به نقل از منندز، سناتور آمریکایی و رئیس کمیسیون روابط خارجه سنا که از حامیان مجاهدین به شمار می‌رود نوشت: آمریکا از نوری المالکی می‌خواهد تا دولت مردانی را که در حمله به اردوگاه اشرف دست داشتند مجازات کند. این سناتور آمریکایی همچنین گفت که دولت آمریکا عراق را تهدید کرد که در صورت حفاظت نکردن از جان اعضای اشرف فروش سلاح به بغداد را متوقف می‌کند. غیظ و سوزش خامنه‌ای در نقش پدرخوانده مالکی. مجاهدین اعلام کردند از محل دارایی‌های اشرف مبلغ 100 میلیون دلار به سازمان ملل پرداخت می‌کنند. این یک رشوه عجیب از دارایی‌های ملت عراق است. ولی فقیه ارتجا غیظ و سوزش شدید خود را از رسوایی توطئه‌های خودش و گماشته‌اش در عراق و مات شدن آنها در قبال اعلام آمادگی مجاهدین برای پرداخت 100 میلیون دلار به صندوق ابتکاری دبیرکل ملل متحد از محل فروش دارایی‌های اشرف برملا کرد و در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های زنجیره‌ای حکومتی تحت عنوان رشوه عجیب مجاهدین به سازمان ملل نوشت: گروهک مجاهدین به سازمان ملل متحد اعلام کرده است در صورتی که به این گروهک اجازه داده شود تا اموال و دارایی‌های خود در اردوگاه اشرف را بفروشد، مبلغ 100 میلیون دلار به این سازمان پرداخت خواهد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مجاهدین خلق تعهد دادند تا در مقابل اجازه سازمان ملل برای فروش اموال پادگان اشرف، مبلغ 100 میلیون دلار از آن را به صندوق توسعه این سازمان اختصاص دهند. بنابر گزارش سایت العراق للجمیع، رئیس گروه موسوم به کمیته بین المللی عدالت‌یاب که از گروه‌های حامی مجاهدین به شمار می‌رود، با این ادعا که گروهک مجاهدین از هزینه شخصی خود اقدام به پرداخت 20 میلیون دلار برای بازسازی پایگاه لیبرتی کرده است گفت: مجاهدین خلق برای فروش اموال پادگان اشرف به دنبال عقد قرارداد با یک شرکت انگلیسی هستند و اگر سازمان ملل بتواند دولت عراق را راضی به این کار بکند، آنها هم 100 میلیون دلار به صندوق توسعه خواهند پرداخت. این اقدام گروهک مجاهدین در حالی است که تمامی اموال و املاک موجود در پادگان اشرف از دارایی‌های ملت عراق به شمار می‌رود که در همان بدو ورود مجاهدین به عراق توسط صدام در اختیار آنها قرار گرفته بود.